بنده عزیز، مجدد عرض سلام دارم خدمت شما. یک بار دیگر خوش آمدید به ادامه برنامه عصر حریوا. به خدمت شما هستم، انشاءالله که ما را همراه باشین. بخش دیگری از برنامه ما هست، ما را همراه باشین با این بخش. بخش مشاعره است. در برنامه قبلی هم شما بیننده بودین، امروز هم دو تن از نوجوانان با خود داریم از بخش مشاعره. ببینیم که همونطور که به جریان هفته قبل ما یک روش دیگر رو پیش گرفتیم، ای که ما یک تعداد از کلمات رو نوشته کردیم در داخل این کاسه انداختین، بعد اینا رو هر یک دونه که بلند میکنیم یک کلمه روی از اون نوشته هست و کلمه رو من میخوانم، بعد یزدان ما به مطابق با همو کلمه که در شعر که اونا میگن بعد همو کلمه جا داشته باشه، حالا در مصرع اول، دوم، سوم یا چهارم این فرق نمیکنه، بعد همون کلمه در اون شعر باشه. به خاطر همی ما اینا رو قبلا آماده کردیم، در داخل ازی بارجا گذاشتیم. قبل از اینکه ما شروع بکنم بحثر، ما میخوایم که خود عزیزان خود رو معرفی بکنن، بعد یک مقدمه داشته باشیم با ایشان، ان شاءالله که بعد میریم به اون بخش دیگه شروع میکنیم. خیلی خوش اومدید جانم، معرفی بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. مصرع برجسته نصر قدیم. این جان محمد ادریس اسلمی هستم، فرزند حاج عبدالسمی، یک تن از شاگردان لیسه ذکور عبدالعلی شاه توخی. محمد ادریس جان گفتید، درسته؟ صنف چندم؟ متعلم صنف نهم. صنف نهم. شما هم خوش آمدین، خود معرفی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. من ساحل رؤوفی، فرزند محمد ظریف، شاگرد صنف ششم از لیسه عبدالعلی شاه توخی. بسیار نیک ساحل جان، درسته؟ محمد ادریس جان، ما میخوایم که در ابتدا قبل از اینکه ما شروع بکنین یک چند مصرع دکلمه بکنیم، حالا غزل هست یا بخش دیگری هست، حاضرین؟ بله، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. مرهمی گر بر دلم باشی طبیبت میشوم، مرهمی گر بر دلم باشی طبیبت میشوم، چون بخواهی یا نخواهی دل فریبت میشوم، در گلستان وجودت می نشینم روز و شب، در گلستان وجودت می نشینم روز و شب، همچو پروانه اسیر عطر سیبت می شوم، مهر تو افتاده بر دل عاشق رویت شدم، مهر تو افتاده بر دل عاشق رویت شدم، عاشقی دل خسته و بیشک حبیبت می شوم، عاشقی دل خسته و بیشک حبیبت می شوم، من شبیه اسب وحشی تاختم بر قلب تو، من شبیه اسب وحشی تاختم بر قلب تو، گرچه سرکش بودم رام و نجیبت می شوم، گرچه استادی و درسی از محبت داده ای، گرچه استادی و درسی از محبت داده ای، در کلاس عاشقی گاهی رقیبت می شوم، در کلاس عاشقی گاهی رقیبت می شوم. ماشاءالله، خیلی عالی، خیلی زیبا. تشکر از محمد ادریس جان. از سال جان میخوایم که اگر یه غزل دارن یا چند مصرعی دکلمه میکنن، آماده هستین؟ در ابتدای برنامه بفرمایید. سحر بلبل حکایت با صبا کرد، سحر بلبل حکایت با صبا کرد، که عشق روی گل با ما چه ها کرد، از آن رنگ رخم خون در دل افتاد، وزان گلشن به خارم مبتلا کرد، غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد، من از بیگانگان دیگر ننالم، من از بیگانگان دیگر ننالم، که با من هرچی که از آن آشنا کرد، گر از سلطان تمه کردم خطا بود، و از دلبر وفا جستم جفا بود، خوشش باد آن نسیم صبحگاهی که درد شب نشینان را دوا کرد، نقاب گل کشید و زلف سنبل گره بند قبای غنچه وا کرد، به هر سو بلبل عاشق در افغان تنعم از میان باد صبا کرد، بشارت بر به کوی می فروشان که حافظ توبه از زهد ریا کرد، وفا از خواجگان شهر با من،
وفا از خواجگان شهر با من کمال دولت و دین بلوفا کرد. کمال دولت و دین بلوفا کرد. ماشاءالله، تشکر، خیلی زیبا. بیننده عزیز، به بخش مشاعره میریم. شروع برنامه بود، هر یکشان یک دکلمه داشتن، هم سایل جان و هم محمد ادریس جان. من پیشتر گفتم دیگه، شروع برنامه، شروع مشاعره به اختیار من نیست دیگه. قبلا این بود که من یک شعر میگفتم، بعد عزیزان او ادامه رو شروع میکردن، ولی امروز برنامه قبل و این برنامه طور دیگری هست که من یک از اینا میگیرم، بعد از یک عزیز میخوایم که ارد کلمه بکنن که همه کلمه به داخل او باشه. بعد اگر نوبت از اینا که تمام شد، باز یک دیگر میگیریم که باز سایل جان همور شعری دکلمه بکنن که همو کلمه که بعدا برمیدارم داخل او باشه. من یک پرزه گرفتم که اینجا شکایت آماده. من از محمد ادریسیان میخوایم که شعری برای ما دکلمه بکنن که این کلمه یعنی شکایت در داخل کلمات زود آمده باشه. بشنو از نی چون حکایت میکند، بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. ماشاءالله، شکایت در مصرع دوم بود. بله، میریم به یکی دیگری میگیریم، ببینیم که بله گوش سوال جان. سحر است کمان ابروانت، سحر است کمان ابروانت، پیوسته کشیده تا بناگوش. تا بناگوش، بله. یک دونه دیگر بگیرم که نوبت محمد ادریس جان حافظ. غزل گفتی و در سفتی بیا خوش، بخوان حافظ که بر نظمت و افشاند فلک عقد سریان. عقد سریا را بسیار نیک. بنده عزیز، ما مطمئنم شاگردای لیسه عبدالعلی شاه توخی آنقدر آماده هستند که اگر ما برنامه ما دوچند هم وقت داشته باشه، باز هم اینا حاضرن به مشاعره. ما میخوایم که به کلمه ناخون چیزی سوال جان بگن شریر. به ناخون پری چهره میکند پوست، که هرگز که شکیبم ز دوست. بسیار نیک، تشکر. به نوبت محمد ادریس جانه که من یک دونه رو بگیرم ببینم که بله دو دونه نباشه، یک دونه باشه. چشم سیاه، چشمه سیاه. چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من. ماشاءالله، خیلی عاشقانه، خیلی زیبا، تشکر. کلمه دیگری بردارم از احمد سایل جان پرسان میکنیم. باران. باران که شدی مپرس این خانه یکیست، باران که شدی مپرس این خانه یکیست، سقف و حرم و مسجد و میخانه یکیست. سقف و حرم و مسجد و میخانه یکیست. مسجد و میخانه یکیست. بله بنید عزیز، ما میخوایم که همین قسمت یک توقفی داشته باشیم که دو سوال مطرح بکنم از ایشان، بعد بریم ادامه رو داشته باشیم. سان جان، وقتی که دکلمه میکنی خود هم از دکلمه خود لذت میبری یا خیر؟ بله، بسیار زیاد لذت میبرم. و در معانی از اشعار که دکلمه میکنی مشکل خود ندارن دیگه، درسته؟ نه، برای شما ترجمه شده؟ بله. بسیار نیک. من میخوایم که از محمد ادریس جان پرسان بکنم، خود هم دکلمه میکنی، آیا علاقه مند هستی که بشینی دیگرها هم دکلمه بکنن تو گوش کنی؟ بله، علاقه مند. وقتی که خودم دکلمه میکنم اونو میشنم، علاقه مند که اونو هم بخونم. باز ما گوش کنی که اگر اونو از ما بیتر میخونم، ما هم انشالله یاد گیری که امرانده اونو بخونیم، الگو برداری بکنیم. بسیار نیک. در انجمنهای ادبی غیر از داخل مکتب که شما یک برنامه دارین دیگه، جو تول شرکت کردیم که شعر دکلمه بکنن، کدام محفلی باشه، کدام انجمنی باشه، کدام برنامه شعر باشه؟ بله، به این مسابقات مشاعره معارف، لیسه سلطان، انقلاب، استقلال، دیگه مکتب هم بوده که مسابقه داشتم. بعد از واز ما هم اونجا با عضو یک مهمان ما رو دعوت کردن که برفتیم مشاعره از این رو تماشا کردیم. بسیار نیک. حالا نوبت کینه؟ ما که بردارم از کیست؟ از محمد ادریس جانه. بله، یک دونه میگیرم. آتش. آتش دوست اگر در دل ما خانه نداشت، عمر بی حاصل ما این همه افسانه نداشت.
این همه افسانه نداشت. بسیار نیک. بس سوال جان پرسان میکنم چون نوبت از اون است، فکر میکنم خط نوشته هست. دل میبرد این خط نگارین، دل میبرد این خط نگارین، گویی که خط روی دلستان است. بسیار نیک، عالی. توانایی شاگرده های لسه عبدالعلیشای توخی برای ما مشخص شده. ما میخوایم که بیشتر عزیزانی که بیننده هستن، نوجوانانی که بیننده هستن، بیشتر تلاش بکنن. ما او رو در برنامه قبلی هم اشاره کردم، آنچه که شاعر در قالب شعر میگه هیچ وقت میتونه در قالب نثر و در قالب بیانات خود بگه. خوبه که ما با شعر هم کمی انس بگیریم و نمک زندگی اگر واقعیت رو پرسان بکنیم. محمد ادریس جان، کلمه ایست به نام جان. جان، بله. بوس از لعل لبت تکمیل طاعت می شود، بوس از لعل لبت تکمیل طاعت می شود، چون در آغوشت رسیدم جان شیرین می دهم. جان شیرین می دهم. بسیار نیک. از سوال جان پرسان میکنیم، کلمه ایست که یک دو بار تا حالی هم استفاده شد به نام عشق. عجب علمیست علم حیث عشق، که چرخ حشمتش هفتم زمین بود. ماشاءالله، خیلی عالی. و من دیگه نمیفهمم که این شعرها که شما میگیم شاعرها از اینا کی هست. خود شما دیگه بیشتر معلومات داریم، درسته؟ از محمد ادریس جان پرسان میکنم، درخت. درخت غم به جانم کرده ریشه، درخت غم به جانم کرده ریشه، به درگاه خدا نالم همیشه. بسیار نیک. من باز یک بار دیگه توقف میدم، من پرسان میکنم از محمد ادریس جان که وقتی یک شعر شما انتخاب میکنین، بعد چه تمایلی داره؟ آیا تاییدی استاد ها نیازه که شما بگیرین، یا اینکه خود استاد وقتی انتخاب میکنن معانی کلماتی که در این شعر به کار رفته برای خود شما میگن پیدا بکنین، الفاظ کلمات و اعراب و حرکات امو حروف چگونه برای شما مشخص میشه؟ معنی کلمات به تایید بمی شعری که از بر میکنیم، معنی رو اول از استادا میپرسیم، به تایید استادا ما بود معنای خوب داشت از بر میکنیم، ندیش از بر نمیکنیم. بعد از این معنی کلمات بعضی شعرها رو بجن خود مانه، بعضی کلمه ها که یادش باشین خود ما میگیم، بعضی که یادش از استاد خود میپرسین تا مشکل ما حل بکنه، تا معانی پیدا بشه. درسته. سوال جان، تالی در داخل خود مکتب هم مسابقه برگزار کردین یا خیر؟ نه خیر. بین خود کسانی که در قسمت مشاعره کار کردن و معلومات دارن، یا مثل که ما در برنامه میمونای دیگر هم داشتیم از مکتب شما، تالی مسابقه دایر نکردین؟ در داخل خود صنف انجمن ادبی برگزار میشه و در داخل مکتب که تمام شاگردان حضور داشته باشه تا حالا نشد. در داخل صنف برگزار شده، مو تعدادی که به صنف عضویت داریم بین خود شما مشخص شد تا حالا مسابقه گرفته شد؟ بله. مقام ها هم مشخص شد که چی مقامی بگیره؟ بله. بسیار نیک. حالا نوبت کی نیک میپرسان بکنم؟ نوبت احمد سایل جان. نوبت احمد سایل جان. بسیار نیک. باشه کنار یک و همین بزنیم. بله. کلمه آماده به نام قفس. یک نفر آمد صدایم کرد و رفت، یک نفر آمد صدایم کرد و رفت، در قفس بودم رهایم کرد و رفت. خوبه دیگه، کار عالیست نیه؟ در قفس باشی و نفر بیه رها بکنه دمه. بسیار نیک. و از محمد ادریس جان پرسان میکنیم، نوبت از اینا هست. کلمه ای است که من میخوایم یادآوری بکنم، هرچند این هم بیشتر در اشعارش عاشقانه به کار میره. ببینیم که اینا چه شعری در این قسمت دارن. مجنون. مجنون. یک شبی مجنون نمازش را شکست، بی وضو در کوچه لیلا نشست، عشق آن شب مست و مستش کرده بود، فارغ از جام الستش کرده بود. بسیار نیک. بیننده عزیز، من پیشترم گفتم ما اگر این مسابقه را ادامه بدیم تا هر قدر ما وقت را اختصاص بدیم، باز هم ای عزیزان ما ادامه میدن. کلمه ای که پیشترم به کار رفت، باز هم ببینیم که احمد سایل جان همون شعر را دکلمه میکنم یا شعر دیگر به خاطر دارن. نماز. نماز.
شفق را لاله گون دیدم نماز شام در گردون، شفق را لاله گون دیدم نماز شام در گردون، مگر خورشید را کشته که دارد دامن پرخون. بسیار نیک، عالی. نوبت بعدی از محمد ادریس جانه که من یک دونه بگیرم ببینم که چه کلمه ای هست. ما در شب مهتاب نگاهت کنم، در شب مهتاب نگاهت کنم، بوسه بر آن روی چماهت کنم، چماهت کنم. بسیار نیک. نوبت بعدی رو میدیم به احمد سایل جان ببینیم که چه کلمه ای برمی آیه. دلدار، چنین شعری هست؟ بفرمایی. دلدار به من گفت چرا غمگینی، دلدار به من گفت چرا غمگینی، مشتاق کدام دلبر شیرینی. بسیار نیک، عالی. بعد میریم نوبت بعدی که از محمد ادریس جان پیر. دردم پیری فغانی میکنم، دردم پیری فغانی میکنم، یاد روح نوجوانی میکنم، یاد روح نوجوانی میکنم. بسیار نیک، از احمد سایل جان میگیریم. بله، عشق. ای شام آهسته بسوز که شب دراز است، ای شام آهسته بسوز که شب دراز است، ای عشق آهسته بریز که غم زیاد است. غم زیاد است، انشاءالله که غم نداشته باشه اما سهل جان، غم زیاد نباشه. تشکر. تشکر از شما. بله بنده عزیز، به پیشترم گفتم اگر ما هر چند ادامه بدهیم یه عزیزان مایی توانایی دارن که شعر داشته باشن و دکلمه بکنن. من میخوایم که از محمد ادریس جان پرسان بکنم که دیگه چی برنامه‌ای داریم در قسمت امو صنفی که در مکتب خود داریم، در قسمت شعر و شاعری شما کار میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، آیا روی تاریخچه و سوانه شعرا هم کار میکنیم، آیا روی تحریر کلمات از لحاظ املای انشایی هم کار میکنیم یا خیر؟ برای روزهای دوشنبه و چهارشنبه صفحه جهانی ما برگزار میشه. قبل از تایم، چون در داخل تایم از درس‌ها خوب میمونیم، قبل از تایمی صفحه جهانی برگزار میشه که روز یک سوانه یک شاعر میخونیم، یک روز از حافظ، یک روز از حضرت مولانا، یک روز سعدی، بیدل، این رو سوانه شاعران میخونیم. بعد از او باز سر تحریر کلمات هم این رو بحث میکنیم و غیر از مشاعره، دکلمه، بخشای آنانسری، مقاله نویسی و در اون قسمت هم کار میکنی. بله، بسیار نیکه. اما سر جان تاله در قسمت مقاله نویسی هم شرکت کردی، آنانسری هم شرکت کردی که تمرین بکنی تا این کاماده شی؟ نه خیر، ما فقط در بخش دکلمه و مشاعره. دکلمه و مشاعره، انشاءالله که در اون بخش هم شرکت بکنی و بتونی در اون قسمت هم کار بکنی، درسته؟ درسته. اگر پیامی داشته باشی هستو میشنویم. من میخوام همو جوانایی که درس نمیخونن به درس ها خوب برسن و به بخشی هم خود ثبت نام کنن، همو بخش پیش ببرن و به همو بخش تلاش زیادی کنن. بسیار نیک، تشکر که در برنامه تشریف آوردی. ادریس جان، محمد ادریس جان، اگر پیامی داری میشنیم از تو. پیام به بیننده های گرامی و همسند سلام اینه که در قالب شعر همیشه زندگی بکنن و دیوان شاعران بخونن تا خود اینا بتونن یک روز شعر بگن و در راستای دین و امور خانه و غیر از خانه و مکتب و بیرونی همیشه کامیاب و موفق باشه. سپاس از شما، تشکر از هر دو عزیز، تشکر از مکتب عبدالعلی شای توخی، درسته؟ بخش ذکور که شاگردان عزیز ما در اون قسمت تلاش میکنن و نگفته نماند زحمت اصلی و مسئولیت کلی از خاطر استادانی که در اون قسمت کار میکنن به دوش گرفتن. ما در مکاتب دیگر هم استادا داریم اما متاسفانه همون دروس که باید درس داده بشه همون دروس هم ادا نمیشه. حقینا چی جا برسه که برنامه جانبی یا برنامه دیگری که تقویتی باشه، ظرفیت سازی باشه برای متعلمین عزیزمان. امید که همه ما و شما به خاطر این وطن، به خاطر این مردم، به خاطر مشکلاتی که در جامعه هست تلاش بکنیم، پشت مادیات هم خیلی نپیچیم، همون مدتی که در مکتب هستیم یا زمانی که تعهد کردیم این نیست استاد در اونجا هستیم، همون تعهد خود را به درستی ایفا بکنیم و تلاش بکنیم که کاری از دست ما برمیایه برای اولاد این جامعه انجام بدیم. میان برنامه کوتاه میگیریم،
بعد از میان برنامه در ادامه برنامه عصر حریوا ما را همراه باشید.